بم کرمان به 21 زندان. در آستانه سالگرد قتل زنده یاد مهسا ژینا امینی، اقلیت حاکم بر کشور با نقض تمام موازین حقوق بشری در یک هفته گذشته باز هم دست به اقداماتی ضد انسانی زده است. در سه‌شنبه گذشته به 21 زندان. در آستانه سالگرد قتل زنده یاد مهسا ژینا امینی، اقلیت حاکم بر کشور با نقض تمام موازین حقوق بشری در یک هفته گذشته باز هم دست به اقداماتی ضد انسانی زده است. در سه‌شنبه گذشته ششم شهریور و همزمان با اعتصاب قضای صدها زندانی در کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام در زندان‌های مختلف کشور، دستگاه قضایی استبداد دینی حاکم بر ایران در یک اقدام ضد انسانی در شهر شاهرود یک زندانی را در ملأ عام اعدام کرد. رفتاری قرون وسطایی که خشم و انزجار جامعه حقوق بشری و عموم مردم را در پی داشت. همزمان و در جاهای دیگر از جغرافیای این سرزمین گرفتار اقلیتی مستبد دو جنایت دیگر نیز رخ داد و دوباره دیگر حق حیات شهروندان در کمال قساوت از آنان گرفته شد. نخست یک زندانی به نام سید محمد میر موسوی در بازداشتگاهی در شهر لاهیجان و دوم زندانی دیگری به نام کمیل ابوالحسنی در زندان تنکابن توسط ماموران نیروی انتظامی و ماموران امنیتی زندان زیر شکنجه و به شکلی فجیع به قتل رسیدند. انجام این دو قتل توسط ماموران حکومتی که بنابر سابقه کمترین بازخواست و هزینه برای آمران و عاملان آن در پی نخواهد داشت، همزمان بود با صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی به نام عباس تورنجی در زندان بم استان کرمان. عباس تورنجی زندانی سیاسی است که در روندی بسیار مبهم و با نقض حقوق بنیادین وی همچون حق دادرسی منصفانه و غیره به اتهام قتل یک مأمور امنیتی پشت درهای بسته یک بیدادگاه محکوم به اعدام شده و جانش در خطر است. بر کسی پوشیده نیست که جامعه ایران در این سالیان با فجایع گوناگونی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی روبرو بوده است و اعتراضات آنها توسط حکومت با سرکوب، زندان و اعدام پاسخ داده شده است. تحولات اخیر گویای آن است که جامعه ایرانی و شهروندان آن به درک روشنی رسیدند که باید در مقابل این حکومت استبداد دینی مقاومت کرد. مقاومتی که نوک پیکان آن در میان زندانیان تبلور یافته است. زندانیانی که اکنون با وجود تمام فشارهای دربند برای 32 هفته پیاپی در کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام در اعتصاب قضا به سر می‌برند. این کارزار در یک هفته گذشته بنابر گزارش منابع موثق در رسانه‌های حقوق بشری با پیوستن شماری از زندانیان زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم در استان کرمان به 21 زندان مختلف در سرتاسر کشور گسترش یافته است و همچنین هفته گذشته شاهد حمایت 68 نهاد و سازمان مدافع حقوق بشر ایرانی و بین المللی از آن بوده ایم. بنابر اطلاع منابع موثق زندانیان کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام در 21 زندان مختلف از جمله زندان اوین، بند زنان، بند 4 و 8، زندان قزل‌حصار، واحد 3 و 4، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خرم‌آباد، زندان نظام شیراز، زندان مشهد،
زندان لاکان رشت، زندان قائم شهر، زندان تبریز، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم، ضمن محکوم کردن صدور و اجرای احکام غیر انسانی اعدام و تأکید بر لغو اعدام و پایان این وضعیت غیر انسانی، قتل فجیع محمد میر موسوی و کمیل ابوالحسنی و نقض حق زندگی شهروندان ایرانی به اشکال مختلف توسط حکومت را نیز با شدت محکوم کرده و بار دیگر از مردم آزادیخواه ایران و زندانیان دربند می خواهند که برای مقابله با اعدام از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام حمایت کرده و به آن بپیوندند.